سلام خدمت همراهان گرامی و دوست داشتنی کانال مارول سی تیم. امروز میخوایم با هم در مورد گرانترین و کمیابترین فلز دنیا صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید. خوشحال میشم قبل از شروع ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. رودیوم اولین فلز گرانبها در جهان است که یکی از کمیابترین و با ارزشترین فلزات است که رنگ آن سفید نقره‌ای است. رودیوم در سال 1803 توسط یک دانشمند بریتانیایی از خاک معدنی که علاوه بر رودیوم شامل پلاتین و پالادیوم بود استخراج کرد. هر یک تن از پوسته زمین دارای 1000 گرم رودیوم است و این موضوع دلیلی بر گرانبها بودن آن است. تولید سالانه رودیوم تقریبا حدود 30 تن است که در مقایسه با بقیه فلزات بسیار کم است. یکی دیگر از دلایل گران قیمت بودن رودیوم دشوار بودن فرایند استخراج آن است. معادن رودیوم بسیار محدود است و اغلب از خاکهای نیکل یا پلاتین دار استخراج می شود. رودیوم یکی از مقاومترین فلزات در برابر حرارت و فرسایش در بین فلزات گرانبهای شناخته شده است. رودیوم مقاومت بسیاری در برابر فرسایش دارد و درخشندگی و جلای آن نسبت به بقیه فلزات گرانبها قابل توجه است. آفریقای جنوبی، روسیه و کانادا از بزرگترین تولید کنندگان رودیوم هستند. رودیوم فلزی گرانبها و کمیاب است و قیمت آن طی سالهای گذشته نوسانات بسیاری داشته است. قیمت این فلز در سال 1990 به بالاترین مقدار خود رسید و بهای آن 5347 دلار برای هر اونس تراوا رسید که 20 برابر قیمت طلا در آن زمان بود. کاربردهای رودیوم. رودیوم از خاصیت بازتابش عالی برخوردار است که از این خاصیت برای ساخت جواهرات، پروژکتورها و صنعت خودروسازی استفاده می شود. نزدیک به 80% رودیوم های تولید شده در جهان برای ساخت مبدل های کاتالیست های خودرو برای جلوگیری از گازهای سمی استفاده می شود. این فلز در مقابل فرسایش و واکنش های شیمیایی مقاومت بسیاری دارد و برای پوشش های مقاوم به فرسایش برای استفاده در حرارت های بالا استفاده می شود. همچنین به عنوان کاتالیزری برای تولید اسید نیتریک و استیگ در صنایع شیمیایی استفاده می شود. رودیوم به علت درخشان بودنش در ساخت جواهرات و زیورالات استفاده می شود به گونه ای که یک لایه نازک آن درخشش بسیاری ایجاد می کند. یکی دیگر از خاصیت های آن آبکاری فلزات گرانبها مانند طلا و نقره است که برای شفافیت بیشتر و افزایش مقاومت در برابر خراشیدگی و لکه‌دار شدن آن فلزات استفاده می شود. از این فلز آلیاژی به نام پلاتین رودیوم تولید می شود که از آن وسایلی مانند ورق، سیم، فویل و غیره ساخته می شود. بازیافت رودیوم. همانطور که گفتیم رودیوم فلزی گرانبها و کمیاب است. به همین دلیل آن را از کاتالیست های خودرو، جواهرات آبکاری شده توسط رودیوم و برخی از قطعات الکترونیکی بازیافت می کنند. بازیافت رودیوم به دو روش تیزابکاری و یا الکترولیز بازیافت کرد. رودیوم به علت داشتن نقطه ذوب بالا در اسیدها حتی تیزاب سلطانی حل نمی شود. البته توجه داشته باشید که اگر رودیوم به صورت پودر باشد می توان با استفاده از حرارت بالا و در زمان زیاد آن را در تیزاب حل کرد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.